تاپ آلبانی اکثریت کنگره آمریکا از خواست مردم ایران برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک حمایت کرد کنگره آمریکا به بستن سفارت رژیم ایران در آلبانی فراخان می دهد تاپ چنل با عنوان کنگره آمریکا به بستن سفارت رژیم ایران در آلبانی فراخوان می دهد گزارش داد اعضای کنگره آمریکا در یک کنفرانس آنلاین اعلام کردند قطنامه دو حزبی در حمایت از خواست مردم ایران برای برقراری جمهوری دموکراتیک و غیر مذهبی از حمایت اکثریت کنگره برخوردار شده است. مجلس نمایندگان آمریکا در قطنامه 374 شامل اکثریت کنگره اعلام کرد 14 تیر 1397 دو رژیم ایران به اتهام تروریسم و عملیات بمبگذاری علیه گرد همایی هزاران ایرانی مخالف در تیرانا توسط مقام های آلبانی دستگیر شدند. اخراج سفیر رژیم ایران توسط دولت آلبانی یک گام مثبت و مهم است و پیام صحیحی را که نباید از سفارتخانههای های این رژیم برای ترور و جاسوسی علیه مخالفان استفاده شود ارسال می کند. برد شربن عضو ارشد کمیته امور خارجه کنگره آمریکا و یکی از حامیان قطعنامه گفت من تلاش کنگره را برای محافظت از اعضای مخالف رژیم ایران در خارج از ایران پیش بردم در سال 2018 من ای به نخست وزیر آلبانی نوشتم که خواستار حمایت از مخالفان ایرانی مقیم آلبانی شد تاپچن لفظود قطنامه 374 کنگره آمریکا توسط 39 عضو از دو حزب ارائه شده است و از سوی 221 عضو شامل 123 کمیته و رؤسای کمیته فرعی و اعضای ارشد آنها به امضا رسیده است. خانم مریم رجوی رئیس جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران در پیامی به این کنفرانس گفت این قطنامه که مورد حمایت اکثریت دو حزبی نمایندگان کنگره قرار گرفته تبلور حمایت مردم آمریکا از خواسته مردم ایران برای یک ایران آزاد است خانم رجبی افسود من خوشحالم که اکثریت قانونگذاران فعالیت های تروریستی رژیم آخوندی و استفاده از به اصطلاحیت های نمایندگی و دیپلمات تروریست ها را محکوم کردند. مقاومت ایران از فراخان اکثریت نمایندگان به حساب رسی از رژیم آخوندی و اتخاذ اقدامات قاطع مانند بستن مراکز جاسوسی و تروریسم آنها در اروپا از جمله در آلبانی استقبال می کند. کنگره آمریکا تاکید می کند که در دسامبر سال 2018 دولت آلبانی سفیر ایران غلام حسین محمد نیاز، سفیر رژیم در آلبانی و مصطفی رودکی را به دلیل برنامه ریزی فعالیت تروریستی علیه اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران اخراج کرد امضا کنندگان این قطنامه شامل گریک پنس از کمیته امور خارجه برادر معاون رئیس جمهور آمریکا لیز چینی دختر دیک چینی معاون رئیس جمهور جورج بوش و نامزده رهبری حزب تیم رایان کاندید رئیس مجلس نمایندگان جان رادکلیف کاندیدای مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده لی زلدین تهیه کننده سیاست کنگره آمریکا استیو کوهن الگرین و برد شرمن نیز از این قطنامه حمایت کردند قدنامه اکثریت کنگره آمریکا در حمایت از مقاومت ایران در شمار دیگری از رسانه های آلبانی از جمله نیوز 24 سایت شیب گازتا شیبتاره سایت تما و سایت کوهایونه درد شده است